سالن‌های عروسی آرسته با چراغ‌های نیون چیزی نیست که شما اکثرا در افغانستان می‌بینید، اما در میان جاده‌ها و عمارات تخریب شده این محلات چراغان بخش‌های از شهر کابل را احاطه کرده است. داخل سالن‌ها چیزهای بیشتر غیر قابل انتظار دیده می‌شود، مثل موزیک، رقص و غذای فوق‌العاده زیاد. در کشوری که $50 می تواند معاش قابل ملاحظه ماهانه باشد، بعضی ها می گویند مصارف عروسی ها که به هزاران دلار می رسد مشکل بزرگ را برای خانواده ها ایجاد کردند که مجبور می شوند برای پرداخت آن قرض کنند. اما در دهه گذشته افغان های پولدار سالن های مجلل و هتل ها را برای میزبانی هزاران نفر در محافل نامزدی و ازدواج انتخاب کردند، همراه با تحایف و غذاهای فراوان. سالن‌های عروسی اکنون در حال مورد توجه خاص وزارت عدلیه قرار گرفته که می‌کوشد فشار بر آن ده افراد ناتوان کشور را کاهش دهد که صرف برای تقلید از پولداران مجبور به مصرف هزاران دلار می‌شوند که ندارند. اکثر جوانان در جامعه هستند که ضرورت از باید عروسی کنند، تشکیل خانواده بتن، ولی توانای پرداخت اما مصارف ندارند. که نمی قانون برشانی را آسان می سازه که زودتر تشکیل خانواده بتن. هدف اصلی قانون جدید پیشنهادی که باید از طرف پارلمان تایید گردد، به طور خاص سالن‌های عروسی است که در هر مجلس فی نفر $10 اخذ می کند. این سالن‌ها محدود به دعوت 300 نفر در مراسم شیرینی‌خوری و 500 نفر برای مراسم عروسی می باشد. کسانی که از این قانون سرکشی می کنند به مجازات خاص روبرو خواهند شد. محمد حسن شریفی بلخابی عضو پارلمان میگوید اگر قانون از طرف رئیس جمهور تایید نگردد، ما در جامعه خود شاهد بسیار اعمال خلاف اخلاق خواهیم بود. که اگر این قانون بالاخره نافذ نشه، توشه نشه، اجرا نشه و ما عروس شاهدی آلودگی در جامعه خود و فساد اخلاقی در جامعه خود در اصناف گوناگون ما مشاهده میکنیم. عروس فقط دو لباس می تواند داشته باشد، یکی برای نامزدی و دیگرش عروسی. همچنان برای تحفه بیشتر از 6 لباس اجازه نیست. محمد حسن کاظمی مالک یک زیور فروشی می گوید تطبیق قانون جدید عروسی ها را ساده می سازد. تعداد مردم تا سن 35 سالگی، 30 سالگی، 35، 40 سالگی نمی تواند عروسی کنه به خاطر این چیزا. اما این قانون اگر جابجا شود بسیار قانون خوب است. اما این واضح نیست که کدام نیروهای تطبیق قانون با قانون پیشنهاد شده این صلاحیت را می‌دهد که تا مسئولین سالن‌های عروسی را تحت نظارت قرار دهند، در کشوری که رشوه دادن هنوز بسیار معمول است. عبدالبصیر بودوز که 25 سال عمر دارد می‌گوید باید بسیار زیاد کار کند تا برای عروسیش پول به دست آورد. کم پیسه مصرف نداره، اقلا نمون که پیسه 400 300 که ما کار میکنیم از خرج خانه نمون برای دلک سیلک از دلکی داره بشون بیور میشه. برای یه خانواده این غیر معمول نیست که در 10 ماه برای مصارف عروسی پسنداز نماید اکثرا قرض گرفتن از رفقا و فامیل. دیگران برای کسب پول به خارج سفر میکنند و بعضی ها هم خطر فرار از منزل را قبول میکنند. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.